أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعده قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. اموری که در این آیه کریم محل بحث بود به تقسیم اولی به سه قسمت تقسیم شد. قسم اول اون چه که به مؤمنین اهل کتاب برمیگردد، محققین با انصاف اهل کتاب مشتاقانه حق را تشخیص دادند و پذیرفتند. امر دوم برخی از احزاب ضد دین که بعضی از اون چرا که وحی آورده انکار میکنن. امر سوم خلاصه رسالت پیامبر که توحید است ولا غیر. در امر اول عنایت فرمودید که قرآن کریم منصفانه در باره یهود حکم شد. اگر اکثری یهودی ها در برابر حق مقاومت کردن و اقلی اونها مشتاقانه حق را پذیرفتن، خدای سبحان در عین مذمت اکثریت یهودی ها حق اون اقلیت را حفظ کرده، اونها را هم به عظمت ستود. نفرمود یهودی ها ترن بدن، فرمود اکثری اونها هرگز در برابر حق خضوع ندارند ولی گروهی از اونها مشتاقانه حق را میپذیرند، چه یهودی و چه مسیحی. آیاتی که در باره اهل کتاب وارد شده و اونها را به دو دسته تقسیم کرد که اکثری اونها حق را نمیپذیرفتند و در بین اونها محققینی با انصاف بودند تا حدودی به عرض رسید. در تتمه امر اول آیاتی در سوره اسراء و همچنین در سوره قصص و عنکبوت آمده. در سوره اسراء آیه 107 به بعد این چنین است: قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله ازا یسلا علیهم یخرون للازغان سجدا. فرمود چه شما مشرکین حجاز ایمان بیاورید چه ایمان نیاورید، اونها که قبل از آمدن وحی از علم برخوردار بودن، علم کتاب آسمانی به اینها داده شد، وقتی قرآن بر اونها تلاوت بشود به سجده می افتن، با چانه به سجده می افتن. چون انسان در هنگام سجود اولین قسمتی که به خاک نزدیک می شود همین چانه است. فرمود یخرون للازغان سجدا و حرفشون هم این است: یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. خدای سبحان به ما وعده داد که وحیی به عنوان تتمه کتابهای آسمانی و تتمیم اونها نازل بشود. خدا منزه از آن است که خلف وعده کند. او سبوح است، سبحان ربنا، که وعده بدهد به خلف وعده کند. ما به انتظار این وعده الهی به سر می بردیم. او منزه از آن است که خلف وعده کند. سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. خدا به وعدش وفا میکند. و یخرون للازغان یبکون و یزیدهم خشوعا. اینها با چانه در سجده خضوع دارند و آمدن وحی خشوع و خضوع اونها را زیاد می کند. پس اهل کتاب محققینی دارند که وحی را به خوبی می شناسند و به انتظار نزول قرآن کریم به سر می بردند
و با نزول قرآن کریم مشتاقانه حق را پذیرفت. در سوره قصص آیه 52 به بعد این است: الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم بهی یؤمنون. اونها که قبل از قرآن از یک کتاب آسمانی برخوردار بودن به قرآن ایمان می آورن. اون محققینی که تورات و انجیل را درست مطالعه کردن به انتظار نزول قرآن کریم به سر می بردن. الذین آتیناهم الکتاب من قبله، یعنی قبل از قرآن، هم بهی یؤمنون. و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا کنا من قبله مسلمین. وقتی آیات الهی بر اونها تلاوت بشود، حرفشون این است که آمنا به. چرا؟ چون این حق است و ما تابع حقیم. ما از قبل مسلمان بودیم، چون دین راستین اسلام است ولا غیر. همه انبیا اسلام آوردن و اختلافی که در بین کتابهای آسمانی است در شریعت است نه در اسلام، یعنی در جزئیات دین است نه در اصول کلی. لکلن شرعتن و منهاجا، مقدار نماز خوندن، نحوه نماز خوندن، مقدار روزه گرفتن، نحوه روزه گرفتن و مانند آن که جزء شریعت است در ادیان آسمانی اختلاف است. وگرنه ان الدین عند الله الاسلام. همه انبیا مسلمان بودند و همه اممی که به انبیای الهی اعتقاد صحیح داشتند مسلمانند. اسلام مخصوص به قرآن کریم نیست، چون دینی که مرضی عند الله است اسلام است ولا غیر. همه انبیا اسلام آوردن و مردمی که تابع اونها بودن مسلمان بودن. اختلافی که بین ادیان هست در فروع جزئی است، یعنی در شریعت و در منهاج است که لکل شرعتا و منهاجا، وگرنه در اصل دین جز اسلام چیزی نیست و اختلافی هم ندارد. لذا اینها میگویند انا کنا من قبلهی مسلمین. این گروه را قرآن کریم به عظمت می ستاید. می فهمد اولائک یؤتون اجرهم مرتین. وقتی تابع اون پیامبر بودن به اون پیامبر ایمان می آوردن، وقتی نوبت این پیامبر رسید چون تابع حدن به این پیامبر ایمان آوردن، یؤتون اجرهم مرتین. حقوق اینها را قرآن کریم حفظ کرده. در سوره عنکبوت اهل کتاب را به دو دسته تقسیم کرده است. آیه 46 و 47 سوره عنکبوت فرمود ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم و قول و آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الهنا و الهکم واحد و نحن له مسلمون و کذالک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به و من هؤلاء من یؤمن به و ما یجهدو به آیاتنا الا الکافر. فرمود اهل کتابی که اهل استدلال، با اونها جز از راه جدال احسن سخن نگو. جدال احسن آن است که مسلمات و حقی که مورد قبول طرفین است مقدمه استدلال قرار بگیرد. اون چرا که تورات اصیل آورده حق است، استدلال به مقدماتی که در تورات اصیل هست می شود جدال احسن. یعنی اون مقدمه حقی که مورد قبول طرفین است و مسلم است، اگر مقدمه از اون جهت که مسلم است جزء استدلال قرار بگیرد، اون استدلال می شود جدال احسن.
و اگر حقی باطل باطلی حق شود می شود جدال محرم. این که فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، جدال احسن این است. اون جدالی که مطلقا ممنوع است مخصوصا در حج، اون جدال محرم است و برای حج خصیصه دیگری هم البته دارد. و در بحث‌ها اگر کار به جدال منتهی می شود، انسان ولو حق با او باشد جدال را ترک کند، در لسان معصومین علیهم السلام آمده که خدا ضامن پیشرفت علمی اون انسان است که تن به جدال ندهد. اگر کسی ولو حق با او باشد بحث را به مجادله نکشاند، خدا ضامن پیشرفت علمی اوست. و این کار را اگر در دوران طلبگی انسان امتحان بکند، در مراحل بعد راحت است. یعنی وقتی دو نفر دارن بحث میکنن، معلوم شد که ادامه بحث به صورت جدال است نه تحقیق، اگر انسان همین اوائل جلو خودش رو بگیرد، بعد در زندگی راحت است. و اما در همین اوائل تحصیل وقتی خود را تمکین جدال کرد، در زندگی هرگز آسایش نخواهد داشت. اینه که جدال مطلقا ممنوع است مخصوصا در حج. و اما جدال احسن اینه که در استدلال مقدمه‌ای که حق باشد و مورد تسلم طرفین قرار بگیرد، اگر از اون مقدمه در استدلال استفاده بشود، اون را جدال میگوین. این با اینکه صحیح است، با اینکه حق است، در رتبه ثالث قرار گرفته. زیرا خدای سبحان در سوره نحل فرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه. مرتبه سوم جدال هست، اونم لحن را تغییر داد. نفرمود ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه والجدال، بازم لحن تغییر داد و مد به جادل هم بلتی هی احسن. در باره اهل کتاب این چنین هست، فمد ولا تجادل اهل کتاب الا بلتی هی احسن، مگر اونهایی که ظالمن و اصلا حاضر به بحث نیستن. اونگاه در آیه بعد می فرماید فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون بهی، اونها که ما به اونها کتاب آسمانی دادیم به قرآن ایمان می آورن. ولی و من ها اولائه من یؤمنو به و ما یجهدو با آیاتنا الا الکافرون، از همین گروه کسانی هن که به آیات ما ایمان می آورن و گروه دیگر هن که جهد و انکار دارن. پس جهد و انکار مال همه اهل کتاب نیست. اهل کتاب دو دسته ان، یک عده در برابر حق میستن، یک عده مطیع قرآن کریم هن. این آیات نشون میدهد که قرآن کریم کمال انصاف را درباره غیر مسلمین رعایت کرده. اگر در بین یهودی ها و مسیحی ها عده‌ای بلو کم محقق منصف بودن، خدای سبحان حق اونها را رعایت می کند و همه یهودی ها یا مسیحی ها را رجم و رمی نمی کند. این خلاصه اون چه که به امر اول برمی گشت، یعنی الذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک. و اما اون چه که به امر دوم برمی گردد که باز بعضی از مباحثش گذشت، این است که و من الاحزاب من ینکر بعضه، این حزبی که منکر بعض ما جا به نبی است، این حزب شیطان است. گرچه احزاب را به عنوان جمع ذکر فرمود، جمع محلا با الفلام، الا اینکه در سوره مجادله حزب الله را معرفی کرد و هر گروهی که
واجد این خصیصه نباشند، این خصائصی که در سوره مجادله بیان شد نباشند، میشوند حزب الشیطان. چون مازا بعد الحق الا الزلال، حزب الله یکی است و احزابی که در قبال این خصیصه اوصاف دیگر دارند میشوند حزب الشیطان. در سوره مجادله حزب الله را این چنین بیان فرمود، در پایان سوره مجادله فرمود: لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر، اونها که به مبدا و معاد معتقدند نمییابی که اونها دوستان کسانی باشند که در برابر حد خدا حد علاهده باز کردند. یوادون من حاد الله و رسوله، حدشون جدای از حد خداست. محاده یعنی در برابر حد حدی دیگر تعیین کردن. اون که به خدا و قیامت معتقد است حدش همون حد الهی است، از حد الهی بیرون نمی رود. لا تجدوا قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، هیچ چیزی عامل آن نیست که اینها در برابر خدا و رسولش حدی معین کنند. اونگاه فرمود: اولئک که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، خدا ایمان را در جانشون ثبت کرد و به روحی که از ناحیه خدای سبحانه است اینها را تأیید کرد. اون روح نفخی را همه دارن که نفخت فیه من روحی، این روح و ایدهم به روح من را فقط حزب الله دارد. اون روحی که با او انسان حیات حیوانی پیدا می کند، حیوان بالفعل است و انسان بالقوه در نوع افراد هست که و نفخت فیه من روحی. و اما اون روحی که در حزب الله هست بلا غیر، همین است که و ایدهم به روح منه و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم، همه اعمال اینها مورد رضای خداست و رضوا عنه، اینها هم به همه قضا و قدر الهی راضی هستند. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. اگر کسی دارای این خصائص بود میشود حزب الله. چون مازا بعد الحق الا الزلال، از حق که بگذریم جز زلالت چیز دیگر نیست. هر کس از این خصوصیات فاقد بود میشود حزب شیطان. پس آیه محل بحث که میفرماد به من الاحزاب من ینکروا بعضه، این که منکر بعض ما جاء به النبی است، این یقینا حزب الله نیست و میشود حزب شیطان. حزب شیطان رو هم در همین سوره مجادله آیه قبل بیان کرد، برای اینکه مشرکین رو هم شامل بشود. نه، چرا، حزب گروه مخصوص رو میگن، اما اگر میفهمد به منهم دیگر مشرکین رو شامل نمیشد. عده از مشرکین با عده اهل کتاب اینها تشکیل احزابی دادن، علیه اسلام و مسلمین به مبارزه برخواستن. لذا فرمود و من الاحزاب. این که و من الاحزاب من ینکروا بعضه، بعضی از ما جاء به النبی را منکرم، این بعض کدام است؟ چی را اینها منکرم؟ گرچه در سوره نساء اون بعض را فی الجمله بیان فرمود، آیه 150 سوره نساء، اما آیه محل بحث با اون آیه از در محتوا فرق میکنه. در سوره نساء آیه 150 این است که ان الذين يكفرون بالله ورسوله و يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، ان الذين يكفرون بالله ورسله و يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله،
و یقودون نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض و یریدون ان یتخذو بین ذالک سبیلا اولئک هم الکافرون حق. اینها که میخواهند یک راه سومی باز کنند، نه کفر محض نه ایمان محض، میخوان مقداری را از اسلام بگیرن، مقدار را از کفر دریافت کنن. میگوین نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. به بعضی از انبیا مانند موسی سلام الله علیه و انبیای پیشین ایمان دارن و نکفرو به بعض، اون چی که بعد از موسی کلیم آمده اینا ایمان ندارن. یا مسیحایی که میگوین نؤمنو به بعض، یعنی به عیسی سلام الله علیه و انبیای قبل از او ایمان دارن و به خاتم انبیا علیه السلام ایمان ندارن. این گروه یک التقاطی از کفر و اسلام تشکیل دادن که نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. اینا میخوان بین خدا و انبیایش جدایی بیندازن. خدا را قبول دارن، مقداری از انبیا را میپذیرند، مقدار نمیپذیرند، در حالی که انبیا یک سلسله ناگسستنی هستند که همه حاملان وحی اله هستند و همه حق میگویند و همه حق هستند. اینها که میگویند نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، چون مجموع حق و باطل باطل است، مرکب از علم و جهل جهل است، مرکب از معلوم و مجهول مجهول است، مرکب از ایمان و کفر کفر است. چون ایمان جز خلوص چیزی نمیپذیرد، حق جز خلوص چیزی نمیپذیرد. لذا قرآن کریم فرمود اولئک هم الکافرون حقا، اینا کافر حقیقی هن. چون وحی تجزیه بردار نیست که انسان بگوید نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. اینها درباره رسالت غالب تبعیض شدند، ولی ظاهرا آیه محل بحث یعنی همین سوره رعد که من الاحزاب من ینکر بعضه، منظور از این بعض حلقات رسالت نیست که بعضی از انبیا را قبول داشته باشند بعضی را قبول نداشته باشند. برای اینکه در جواب اینها خدای سبحان فرمود قل بگو انما امرتو ان اعبد الله ولا اشرک به، توحید را مطرح کرد نه حقانیت همه رسول را. در اون بخش فرمود به اونها بگو که لا نفرق بین احد من رسلنا، مؤمنین کسانی هستند که میگوین ما همه انبیا را قبول داریم، لا نفرق بین احد من رسلنا. اما در این قسمت فرمود بگو من مأمورم که فقط خدا را عبادت کنم و چیزی را شریک او قرار ندهم و به طرف خدا دعوت کنم نه به غیر حق، و بازگشت منم به سوی خداست. سراسر این جمله های نورانی توحید است. بنابراین معلوم می شود اون بعضی را که انکار کردم مسئله توحید است. توحید است که مسئولیت می آورد، وگرنه اصل این که عالم خدایی دارد، این نظام را خدا خلق کرد، این چه تعهدی می آورد؟ مسئله توحید ربوبی است که مسئولیت می آورد. یعنی اگر پرورنده عالم خداست ولا غیر، رب و مدبر عالم خداست ولا غیر، انسان باید ربش رو اطاعت کند. اینها در توحید ربوبی لنگ بودن. لذا وقتی سخن از توحید مطرح می شد اذا ذکر الله وحده حشم عزت قلوب الذین لا یؤمنون، قلبشون می گرفت، منزجر می شدن، منقبض می شدن. اگر سخن از این بود که خدای سبحان عالم را آفرید تصدیق می شدن. وقتی سخن به اینجا رسید که تنها مدیر و مدبر خداست، باید از او اطاعت کرد، قلبشون می گرفت، می گفتن این بت‌ها چیه؟ این سنن قبلی چیه؟ نیاکان ما چی میگفتن؟ این حرفا رو میزدن؟ بنابراین معلوم میشود اون بعضی را که انکار میکردن مسئله توحید بود. مه.
نه از اون آیات حکومت استفاده نمی شود. یهودی ها و مسیحا همونطوری که تا حال روشن شد دو دستن، عده‌ای در برابر وحی انکار میکنن، او محققان منصفشون میپذیرن. یک مطلب. مطلب دیگر این که یهودی ها تا روز قیامت و مسیحا هم تا روز قیامت هستن، منتها درگیر همان به شهادت دو تا آیه که در سوره مائده است که فرمود و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الی یوم القیامه، در آیه دیگر و اقرینا بینهم العداوه والبغضاء الی یوم القیامه. یک جا اقرا است، یک جا الغا، یک جا درباره یهودیا، یک جا درباره مسیحا. از این که فرمود الی یوم القیامه اینا هستند، معلوم می‌شود در زمان ظهور حجت سلام الله علیه اینا هستند و جزیه میدن، چون در اون روز لیظهره و علی الدین کله مطرح است. اینا هستند و جزیه میدن، هستند و با هم اختلاف داره، اما حکومت حکومت اسلامی است. یعنی معصیت میکنن، حدود الهی اجرا میشود، نه اینکه وقتی حضرت ظهور کرد احدی گناه نمیکند که بشه مثل بهشت، نه، جز حق چیزی دیگر اجرا نمیشود. معصیت میکنن، حدود الهی اجرا میشود و مانند اون. اینها وقتی که منکرن به یهودیتشون باقی اند و جزیه میدن دیگه، مثل صدر اسلام دیگه، چون از اون طرف لا اکراه فی الدین، کفار حربی یا اسلام یا جنگ، و اهل کتاب یا اسلام یا جزیه یا جنگ، اینا بین سه امر مخیرن، اونا بین دو امر. بنابراین در اون زمان تحت حکومت است ولی عصر هستن که البیعت لله، تنها دینی که حاکم است اسلام است ولا غیر. اما در این امر سوم که خدای سبحان فرمود به اینها بگو من مأمورم که توحید را ترک کنم و اجرا کنم، که نشانه آن است که اونها منکر توحید بودن، این است که فرمود قل انما امرتو ان اعبد الله، تنها مأموریتم آن است که خدا را عبادت کنم، غیر خدا هرچه هست ترد کنم، نه از خودم نه از شما، چیزی رو نپذیرم. ولا اشرک به، این توحید را با اخلاص در توحید زمیمه کن. گاهی لسان قرآن این است که من خدا را مخلصاً بپرستم، گاهی لسان این است که خدا را بپرستم و چیزی را هم شریک او قرار ندهم، گاهی به عنوان لسان اثباتی، گاهی به عنوان لسان سلب مستقلن ذکر می شود. بخواست خدا اونجا می رسیم. بله، یکی از اون آیاتی که مربوط به همین آیه است همون آیه است. در سوره زمر این چنین آمده، اوائل سوره زمر آیه دوم و سوم این است: فعبد الله مخلصا له الدین الا لله الدین الخالص، که اینجا سخن از توحید خالص است. باز در همین سوره زمر آیه ده این است که قل اینی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین. دین یعنی مجموعی اصول و فرو، مجموعی اصول و فرو را برای خدای سبحان با اخلاص بپذیرم، اون بخش اعتقادش، اون بخش اخلاقش، اون بخش اعمالش. قل اینی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین و امرتو لان اکون اول المسلمین، نه تنها موحد باشم، اولین مسلمان باشم. در قرآن کریم ظاهرن اول المسلمین جز بر وجود مبارک خاتم انبیا علیه السلام اطلاق نشده، اول المؤمنین بر دیگران اطلاق شده، اما اول المسلمین جز بر حضرت اطلاق نشده. منظور اولیت زمانی نیست، برای اینکه هر پیامبری نسبت به امتش اولیت زمانی داشت، یعنی قبل از امتش ایمان می آورد.
این معلوم میشود یه سبق از رتبی مراد هست که جز حضرت احدی اول المسلمین نیست. همه انبیا مسلمانن، حتی ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، اما در بین سلسله انبیا اول المسلمین وجود مبارک رسول الله هست، چون اول ما صدر اوست. و امرتو لان اکون اول المسلمین. در آیه بعدش میفرماید که قل الله اعبدو مخلصا له دینی، که سخن از اخلاص در توحید عملی است. من المسلم، من المسلمین. اون درباره حضرت دیگه، بله بله دیگه، بله. لان اکون، منظور این که اول المسلمین دو جا در قرآن که هست مخصوص حضرته. درباره هست ابراهیم دارد که وجه دو وجه الذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، یا انا من المسلمین. این اول المسلمین مخصوص حضرت است. بله اونجا فرمود انا، اینجا بود لان اکونه، چون انا اکونه داره انا است دیگه. این کون دوام و استمرار رو خوب بهتر میرسوند ظاهرن دیگه. من این باشم، کائن باشم در اینجا. در سوره زمر در همین دنباله همین آیات، آیه 45ش این است که و اذا ذکر الله وحده هشم عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، وقتی سخن از توحید است قلبشون میتپد. اگر بگوییم خدا آسمان ها را خلق کرده، خدا را خواستید عبادت کنید یا بت‌ها را خواستید عبادت کنید، میپذیرند. اما اگر سخن از توحید شد، اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، قلبشون مشمئز و منقبض میشود. چون در همین سوره زمر اوائل این سوره آمده که اینها میگویند، آیه سومش اینه که والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا، ما این بت‌ها را برای این عبادت می‌کنیم که ما را به خدایمون نزدیک کنند. زلفا یعنی درجه، درجات ما را به خدا نزدیک کنند. اینها در ربوبیت و همچنین در عبادت مشرک بودند. وقتی سخن از توحید ربوبی و در نتیجه توحید عبادی مطرح است، قلبشون میتپد. اما سخن از توحید خالق که مطرح است، چون توحید خالق مسئولیتی را همراه ندارد، حاضرند بپذیرند که نظام را فقط خدا خلق کرد. اما حالا باید از او اطاعت کرد یا نه، از این به بعد است که متفرد میشوند. در پایان سوره نمل همین معنا به این صورت آمده، انما امرتو ان اعبد رب هذه البلده، من مأمور شدم که پروردگار این بنا را، این بلده را، این مکه را، بلد امین را عبادت کنم. که الذی حرمها، او این بلده را حرم قرار داد و محترم شمرد. و این که باید او را عبادت کنم، نه برای آن است که او نیازی به عبادت ما دارد، و لهو کلو شی، چون تمام اشیا مال اوست، ملک و ملک اوست. و امرتو ان اکون من المسلمین، من مأمورم که از بین از مسلمین باشم. در آیه سوره قبل این بود که لان اکون اول المسلمین، در سوره زمر. در سوره نمل لان اکون من المسلمین است. مأموریت ها را که می شمارد یکیش این است که وان اتلو القرآن، من مأمورم که قرآن تلاوت کنم. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، این طور نیست که
به ما نفعی برساند یا به مبدا خودش خیری برساند. هر کسی هدایت شد به سود خود قدم برداشت. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من زل، اگر کسی بیراه رفت، فقل انما انا من المنذری، من باید انذار کنم و خطر رو بیان کنم و بیم بدم. آنگاه در پایان فرمود و قل الحمد لله سیوریکم آیاته فتعرفونها و ما ربک بغافر اما تعملو. این که فرمود قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرک به، این اخلاص در توحید را با جمله سلب بیان فرمود، اون سلب شرک است که ولا اشرک به، گرچه همون مفاد آیه سوره زمر را دارد که اعبد الله مخلصا، الا اینکه وقتی خدای سبحان مؤمنین راستین را می ستاید می فرماید اینها هرگز گرفتار شرک نخواهند بود. اینها اگر کار به دستشون برسد بر زمین حکومت کنند، چیزی را شریک خدا قرار نمی دهند. این لا اشرک به مفعول محذوف است. اون مفعول که محذوف است چون نکره در سیاق نفی خواهد بود مفید اوم است، یعنی لا اشرک بهی شیئا، این میشه توحید محض. مشابه اون چه که در سوره نور بیان فرمود، در سوره نور آیه 55 این است که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، خدای سبحان وعده داد که مؤمنینی که از نظر اعتقاد و اخلاق و اعمال تابع وحی بودند، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، اینا رو خلیفه در زمین قرار بدهد. کم استخلف الذین من قبلهم، انبیای پیشین را، امم تابع انبیای گذشته را حاکم بر زمین قرار داد، اینها را هم خلیفه بر زمین قرار بده. ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون امکانات انجام دستورات دین را بهشون میدهد. اینا خلیفه شدن چه میکنن؟ اینا وقتی به حکومت رسیدن چه میکنن؟ اولین برنامه‌ای که بیان میکند اینه که به اینها مجال اجرای حدود الهی و احکام الهی و دین الهی را میدهند که قبلا متمکن نبودن از اجرای احکام الهی، اکنون که خلیفه شدن متمکن از اجرای احکام الهی هستند. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اون دین خدا پسند، اون دینی که خدا بر اینها پسندید. چون تنها دین را که خدا میپسندد اسلام است، چون و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، این دین را که اسلام است خدا اینها را متمکن میکند که این دین را حفظ کنند. در همون عهدنامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه که برای مالک مرقوم فرمود، فرمود تمام تلاشت این باشد که دین با همه احکامش پیاده بشود. فان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یسلب به الدنیا. فرمود مالک اکنون که قدرت پیدا کردی، تمام تلاش من و تو باید در این زمینه اجرا بشود که دین را آزاد کنیم. این قیام برای آزادی دین است، نه برای آن است که ما آزاد بشویم. ما بنده ایم، این طور نیست که هر کاری دلمون خواست انجام بدهیم. یک مسلمان عبد است و عبد تابع خواست مولای خودش است بلا غیر. تمام تلاش انبیا برای اینه که دین آزاد بشود. آزادی دین مطرح است به حکومت دین. فمود این هازد دینه کان اسیرن فی عید الاشرار،
این دین در قبضه اشرار قبل بود و تلاش و کوشش ما برای این بود که این دین را آزاد کنیم. الان شما وقتی مکه مشرف میشید کاملا برای شما محسوس است که دین در حجاز در اسارت آل سعوده، اون حجش، اون زیارتش، اون نماز جمعهش، اون نماز جماعتش، اون مراسمش، اون مناسکش در اسارت است. فبود این حاضر دینه کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یسلبو به دنیا، و ما مبارزه کردیم که دین را آزاد کنیم و از اسارت در بیاریم. در اینجا کریمه می فرماید اینها وقتی خلیفه زمین شدن اولین کاری که می کنن این است که دین خدا پسند را اجرا می کنن. خدا اینها را متمکن می کند از اجرای دین الهی. ولو یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، اونگاه فرمود یعبدوننی. از این یعبدوننی حصر استفاده می شود، یعنی مرا فقط عبادت می کنند. اما فرمود لا یشرکون بی شیئا، چیزی را شریک من قرار نمی دهند. این شی که نکره است در سیاق نفی مفید استغراق به عموم است. هیچ چیزی را در هیچ امری شریک من قرار نمی دهند. لا یشرکون بی شیئا، که اگر اسم او را نبردن، که اگر به نام ما ثبت ندادن، که اگر از ما تعریف نکردن ما برنجیم، اینجور نباشد. کار ما بکنیم برای رضای خدا، کار را بدانیم او قبول می کند بلا غیر. اگر این چنین شد یعبدوننی لا یشرکون بی شیئن، مطرح است که حتی واو در این وسط نیست. نفرمود یعبدوننی ولا یشرکونه، چون چیزی نیست که عطف بشود بر یعبدونه. این لا یشرکونه بیان خلوص همون توحید عبادت است، یک امر جدایی نیست که با واو عاطفه لا یشرکونه را بر یعبدون عطف بکند، که یعبدوننی ولا یشرکونه بشیئا، این چنین نیست. یعبدوننی چجور عبادت؟ لا یشرکونه بشیئا یعنی توحید محض، یعنی توحید خالص، علال الله الدین الخالص، که این شیئن نکره در سیاق نفی است، هر گونه شرک را نفی می کند و این هم بیان توحید خالص است، نه یک چیز جدایی. لذا سخن از عطف نیست که واقع عاطفه بیاید لا یشرکونه را بر یعبدوننی عطف بکند. بدون حرف عطف فرمود یعبدوننی لا یشرکونه بشیئا. والحمد لله رب العالمین.